حقیقت در مورد دمودکس وجود داره. اولین حقیقت این هستش که هر نقطه‌ای از بدن میتونه با دمودکس درگیر بشه. ولی از اونجایی که با چربی پوست تغذیه میکنه، بیشترین جاهایی که دمودکس میشینه کناره‌های بینی، کناره‌های ابرو، در گوشه‌های دهان هست. توی نواحی قدام و خلف چست هم خب حجم بالایی دمودکس داره، ولی ما بیشترین در واقع حجم دمودکس رو در قسمت‌های سنترال صورت داریم. همه سنین رو میتونه درگیر بکنه و در همه سنین دیده میشه به جز نیورها. میگن نوزادان وقتی متولد میشن همون ابتدا در اثر حالا بوسیدنشون، در اثر تماس‌های محیطی که دارن، بعد از مدتی آلوده میشن. بیشترین شیوع رو ما معمولا تو افراد جوان داریم. خب قاعدتا در واقع قابل پیش بینی هست، چون ترشح سوم تو این افراد خیلی افزایش یافته بیشتر هست و رشد و نمو و در واقع این انگل‌های دمودکس تو این گروه بیشتر هست. یه سری علائم و نشانه های در بیماران در واقع باید ما رو حساس بکنه به این دیگر دمودکس رو روی صورتشون چک بکنیم. بیمارایی که از احساس خارش رنج میبرن، مخصوصا خارش های مزمن روی صورت و سر، روی بدن، ما موارد خیلی خیلی زیادی داریم که بیمارایی هستن که صرفا با سیمتوم خارش میان، خارش توی سر میان، ممکنه حتی درماتیت سبورهی خیلی واضحی نداشته باشن. قبلا اینها رو نمیدونستیم چه کار بکنیم. خیلی از اینها بیماری بودن که تحت درمانهای استرویدی قرار میگرفتن، ولی الان متوجه داریم میشیم که احتمالاً درصد قابل توجهی از اینها دچار ایمونیتی نسبت به انگل دمودکس شدن و این ایمونیتی در واقع ایجاد خارش میکنه. قرمزی توی پوست خب خیلی مهم هست. اسکیلینگ، مخصوصا پریفولیکولار اسکیلینگ، در واقع پوست ریزی های پریفولیکولار که اگر توی سر ببینیم ما رو به این سمت میبره. سبوریک اسکیلینگ، در واقع اون پوست ریزی های شبه سبوریک درماتیت یا در واقع خود بیماری حالا سبوریک درماتیت که اخیرا مورد بحث قرار گرفته، وجود وزیکول، وجود پاپول، وجود پوستشور، وجود اراپشن های آکنه فرم، اینا همه ما رو باید به سمت در واقع وجود دمودکس راهنمایی بکنه. اخیرا به این نتیجه رسیدیم که اگر یه بیماری برفرض به یک درمان داروی مقاومت میکنه، حتما کنارش یه دمودکس رو چک بکنیم. نکنه دمودکس داره باعث تشدید این بیماری میشه.